یه سوال باشه، شما با محمود اسکندری هم برخوردی داشتین؟ برخورد فیزیکی منظورتی؟ مثلا صحبتی گفتگویی؟ 100%. محمود یکی از چون فکر کنم از دو تا گردان مختلف بوده، یه گردان نبوده. نه یه گردان، نه قبلا گردان های دیگه، گردان های دیگه بودن، ولی اون زمان گردان 31 شکاری فرمانده گردان ایشون بود. محمود اسکندری جز اون بچه های لوتی منش، بی ادعا، خاکی. پرواز که باش نرفتیم شما یا نه؟ پروازم باش رفتم. کابین عقبش بودی یا نه؟ نه خیر، دو فروندی تو بالش بودم. دو فروندی تو بالش بودم با محمود اسکندری. و بعد در حین پرواز از اون شوخی‌ها و گفتگوها و اینا داشتیم. اصلا شما هر چی بگی این مرد، من در مورد این اصلا زبونم قاصره. اینقدر این جوان مرد، اینقدر خاکی. حالا بعضیا نمیدونم این مسئله حزب اللهی رو از کجا مد کردن. به بعضیا اطلاق میکردن آقا تو پایگاه حزب اللهی، که میگفتم آخه بابا حزب اللهی اگه واقعا الله منظورتون اون اللهه، اون اللهی که ماها میشناسیم، و حزبم حزب اونه، اینا حزب الله خدایی هست. یعنی داریم اونایی رو میگین که به اسکندری تهمت میزدن که مثلا بله، تو باید به خود میگه حزب اللهی و به اسکندری تهمت میزدن. حزب اللهی نیستی، اسکندری نباید تهمت بشه، چون خیلی خالص بود، خیلی نترس بود، دل شیر داشت این مرد. این مرد نخبه دنیا بود نه ایران، نخبه دنیا بود. این هواپیمای فانتوم تو دستش موم بود. من فکر میکنم تنها این هواپیمای فاندوم از تنها خلبانی که میترسید اسکندر بود. خلبان ها از هواپیما میترسن، ممکن بود بترسن، ولی اینجا هواپیما بود که از اسکندری میترسید. این نابغه بود این. بعد بامرام، بعد لوتی. خب من کاری به هیچ چیش ندارم. من نمیدونم چرا میرسیم به یه جایی که تا اسم جانفشانی میاد، قهرمان میاد، فلان میاد، سری بعضی از آدمای ناخالص، آدمای ناباب، آدمای نامحرم، آدمایی که هیبت اسلامی درست کردن که تو این دفتر دستک سر سفره نونی گیره، نون که چه ارز کنن، آنچنانی گیرشون بیاد، زیر پاش رو له میکنی همچین افرادی رو. کی بتونه اجازه میده همچین حرفی در مدینه بزنی؟ یعنی بگیری بشینی اون موقع که جنگ شروع شد تو اتاقایی که ما می نشستیم، حالا که ما زود افتادیم، خیلی ها بودن 6 ماه بعد، یه سال بعد، دو سال بعد، اینا شبا توی اتاق جمع میشدن با هم دیگه املت درست میکردن، میخوردن، میگفتن، میخندن، به هم دیگه فحش میدادن، شوخی میکردن، سر کول هم بالا رفت، بالا میره، بالا پایی میپریدن، صبح دوتشون بر نمیگشت. چی از تو همچین محفلی، محفل عشق با چی میگن؟ به جای اینکه زانو چه کنم غمو به قلب بگیرن، یه روزانه فرار برای خودشون درست بکنن. یکی بگه من زنم مریضه، باز در برم پرواز شی آقا. یکی بگه آقا بزم عشق داشتن اینا، این خلبان ها دوره هم تا صبح. بعد خواهج هم میشنه بودن خلبان ها با ورق بازی میکنن، مشروب میخوردن، حال میکردن. کدوم آدم روانی یک آخی این کارو بکنه که بعد صبح بره پرواز، بره تو به اصطلاح کانون مرگ؟ چه این حرف رو میزنین؟ اون با خدای خودش هم عشق بازی میکرده، با دوستای خودش هم همینطور. چقدر از این بچه های با شوخی و خنده به هم دیگه میگفتن. ما تو اون ماشین ونی که ما رو میبرد پای هواپیما، خدا رحمت کنه دوست عزیزم و جناب دین محمدی عزیزو که به شهادت رسید، دین محمدی تو اون ون ما همینجور نشستیم اینجور نگاه میکردین ها، یهو یه خلبانه گفت نمیدونم چرا چهره تو همچه بوی الرحمن میده. حسین فکر کنم تو رفتی تو ون شوخی، دلمون خنده میگرفتیم، با خنده میرفتیم پای اپما، آقا به مسلخ داریم میریم با خنده با شوخی.